نیاز مبارزه به پیچیدگی راهی که ارائه میشه از طرف رهبری از طرف پیشتاز متناسب با مشکل جامعه نبوده. به همین دلیل اونها به درستی دریافتند که راه مبارزه مردم صرفاً و صرفاً با استراتژی مبارزه مسلحانه گشوده میشه و این مرحله از انقلاب که اونها قرار داشتند لازمش آمادگی و ورود به مبارزه مسلحانه بود که در عمل هم پیاده کردند. جنبندی سوم عبارت بود از این که مبارزات مردم ایران در گذشته عمدتاً مبارزه‌ای بوده بدون سازماندهی و بدون تشکیلات انقلابی و به همین دلیل به وجود آوردن یک سازمان و تشکیلات انقلابی لازمه ادامه مبارزه و راهگشایی و شکستن بن‌بست بود. چهارمین تجربه این بود که در گذشته مبارزان و به خصوص دستگاه رهبری کننده در سطوح رهبری حرفه‌ای نبودند، یعنی مبارزه تنها کار و تنها اشتغال زندگیشون نبود بلکه عناصری بودند آماتور غیر حرفه‌ای در مبارزه و این یک عامل شکست جدی بود و بنابراین این رو هم بایستی در دوران جدید جبران می‌کردند و به خصوص در سطح رهبری حرفه‌ای شدن رو اصل قرار می‌دادند. پنجمین نتیجه جمع‌بندی‌های مبارزات گذشته که توسط بنیانگذاران ما ارائه و حل شد این بود که مبارزه اجتماعی فنه. به همین دلیل به درستی تاکید کردند که برای مبارزه باید یک استراتژی و خط مشی مشخصی رو طراحی و ارائه کرد که این کار رو کردند.